بسم الله الرحمن الرحیم، باز هم خوش آمدین به کورس سبب پیشرفته با زبان پیچ بی. موضوعاتی که در اهداف درس گذشته داشتیم عبارت از پیچ بی کوکیز، پیچ بی سشنز و همچنان پیچ بی ایرر هندلینگ. اهدافی که در این درس گنجانیده شده بود، در دو درس گذشته ما بالای پیچ بی کوکیز بحث کردیم و در این درس یا در این ویدیو بالای پیچ بی سشن و همچنانی که در زبان پیچ بی چطور میتونیم سشن ایجاد کنیم بس میکنیم. در قدم اول پیچ بی سشن چی هست؟ خب سشن تعریفی که در موضوع سشن هست در همیشه و در همه جا در هر قسمت صدق میکنه. به این معنا زمانی که ما به کامپیوتر خود داخل میشیم، لاگین میشیم تا زمانی که دوباره لاگ اوت میشیم، اینمی یک دوره هست یا یک سشن هست. به عین شکل زمانی که ما با اپلیکیشن ها کار میکنیم، با یک وبسایت کار میکنیم، با اپلیکیشن هایی که به طرف سرور قرار دارن، درخواست میکنیم، باز میکنیم، لاگین میشیم تا زمانی که ما پس دوباره او را میبندیم، این عبارت از یک پروسه هست که به نام سشن یاد میشه. حالا مشکل چی هست؟ مشکلی است که زمانی که ما در کامپیوتر خود ما از طریق یک اکاونت داخل میشیم یا از طریق یک کاربر داخل میشیم، پس در تمام جاهایی که حق دسترسی و کاربر داره ما میریم، کدام مشکل نیست، چون قابلیت از زیر داره که یک بار وقت ما لاگین میشیم تا زمانی که دوباره کامپیوتر را شات داون میکنیم یا لاگ اوت میشیم یا ساین اوت، ما را میشناسه، یعنی شناسایی میکنه اکاونت را که داخل شدیم تا هر قسمت. حالا فرض کنیم اگر از اکاونت ادمنستریتور داخل شوین، هر قدر کارهایی که در بخش مدیریت ویندوز انجام بدین از شما پسورد نمیخوای، اما اگر از یک اکاونت دیگه داخل میشین و میخواین یک کار که مربوط بخش ادمین است و شما اجازه از او را ندارین بخواین انجام بدین، به شما مسج میده یا گفته میشه که پسورد ادمین اول تایپ کنین تا این کار انجام شوه. به این معنی که از زمانی که شما لاگین میشین یوزر اکاونتتون اونجا هست و تا زمانی که شما خارج میشین، شما در تمام جاهایی که میرین هر کار که با کامپیوترتان میکنین شما رو میشناسه کدام یوزر هستین. اما این مشکل در قسمت وب اپلیکیشن ها وجود داره. وب اپلیکیشن ها توانایی ازیره نداره که مانند از این که ما را در کامپیوتر خود لاگین میشیم ما را میشناسن، اونا هم بتونن ما را بشناسن. یعنی زمان که ما به یک صفحه وبسایت داخل شدیم، یوزر نیم اکانت خود داخل کردیم، بالای هر صفحهش که بریم ما را شناسایی کنن. به همین خاطر از پیچ بی سشن استفاده میشه، چون کامپیوتر استفاده کننده خود میشناسه، میدونه که چی وقت با اپلیکیشن شروع کرد، چی وقت کارش ختم شد و کاری که در این قسمت در پیچ بی سشن انجام میده ای است که زمانی که ما به یک وب اپلیکیشن داخل میشیم، یک سشن ایجاد میشه و یوزر نیم، پسورد، تمام محتویات یا معلومات یوزر در او گذاشته میشه و از طریق از او به هر صفحه اپلیکیشن وقتی که میره شناسایی میشه که این همو یوزر نیم و پسورد هست که لاگین شده. حالا اگر سشن نمی بود چی کار میشد؟ طور مثال یکی از وب اپلیکیشن ها رو مثلا جیمیل یا فیسبوک یا هو هر کدام رکمند نظر بگیریم، اگر شما یک بار میرفتین به صفحه اصلی لاگین میشدین، یوزر نیم پسورد داخل میکردین، بعدا میرفتین به صفحه هوم، باز شما از شما میپرسید که یوزر نیم پسورد چی هست، باز هم یوزر نیم پسورد میدادین، باز دوباره به یک صفحه دیگه کلیک میکردین، باز به صفحه دیگه از پیش شما میخواست که تو کی هستی، باز یوزر نیم تبتی پسورد تبتی، که این کار خیلی خسته کننده میشد و به یوزر هم مشکل بود که زمان که در یک وبسایت میره بار بار پسورد ازش خواسته شد، بار بار یوزر اکانت از پیش خواسته شد. بناهن این مشکل توسط پیچ بی سشن حل ساختن، یعنی یک متحول که هست در به طرف سرور در وجه تمام معلومات ذخیره میشه، یک بار که شما لاگین میشین سشن شما استارت میشه، آغاز میشه، تا زمانی که دوباره شما لاگ اوت میشین یا براوزر رو بسته میکنین، شما هر قدر که از این صفحه به اون صفحه برین، از صفحه هم برین به صفحه پروفایل، از پروفایل برین به صفحه دیگه، از پیش شما دوباره یوزر نیم پسورد نمیخواین، چون معلومات شما در سشن ذخیره شده و در هر صفحه که میرین از روی زو شناسایی میشین. حالا مثل که در این دیاگرام میتونیم واضح تر ببینیم، این کلاینت اول است، این کلاینت دو هست و این وقتی که به سرور داخل شده یا لاگین شده، یک آیدی به رزی ایجاد شده و یک آیدی به این به می شکل ایجاد شده و این سشنهایشان هست تا زمان این سشنشان ادامه پیدا میکنه که اینا لاگ اوت شدن. وقتی که لاگ اوت شدن سشن از بین میره و دوباره اگه بخواین به اپلیکیشن داخل شوند، باز دوباره از پیشان یوزر نیم پسورد خواسته میشه تا اینکه دوباره سشن از اینا استارت شود. خب یک هدفی که در اینجا اشتباه
نقشه این است که بعض براوزرها ما یا بعض اپلیکیشن هایی که در موبایل خود استفاده میکنیم، ما اونجا یک بار خود لاگین یا مثلا یک بار یوزرنیم پسورد تایپ کردیم و اونجا گفتیم که کیپ می لاگین یا مثلا سیو مای پسورد، او هدفش این است که مو اپلیکیشن یوزرنیم پسورد شما را یا امو براوزر یوزرنیم پسورد شما را سیو کرده. اون با موضوعی که به طرف سرور در سشن ذخیره میشه فرق میکنه. موضوع سشن که هست به طرف سرور ذخیره میشه، به طرف کلاینت ذخیره نمیشه و هر بار که شما از اکانتتون خارج میشین، لاگ اوت میشین، معلومات سشن هم از بین میره. خب حالا اگر خواسته باشیم در پیچ پی سشن آغاز کنیم، تابع یا فنکشن که به خاطر آغاز کردن سشن در پیچ پی استفاده میشه عبارت از سشن اندرسکور استارت است. تابع سشن اندرسکور استارت عبارت از تابعی هست که به خاطر آغاز نمودن، به خاطر شروع نمودن سشن در زبان پیچ پی استفاده میشه. و دالر ساین اندرسکور سشن به حروف بزرگ یکی از متحول های از قبل تعریف شده بلتن زبان پیچ پی هست، از جمله سوپر گلوبال واریبلز هست که در درس های قبلی هم ما بالاش بحث داشتیم که به خاطر ذخیره نمودن اطلاعات سشن و یوزر از این متحول استفاده میشه. خب حالا یک مثال در این قسمت میبینیم. چیزی که فراموش منشه ای است که سشن اندرسکور استارت ای تابعی هست که همیشه وقت در صفحاتی که به یوزرنیم پسورد نیاز باشه در شروع صفحه باید بیایه و قبل از تگ HTML باید قرار بگیره. و در اینجا ما میبینیم که از دالر ساین اندرسکور سشن دو متحول ست شده که یکیش به نام فیو کالر از قیمت گرین گرفته و دیگهش فیورت انیمل هست که قیمت کت به خود یا مقدار کت درش ذخیره شده. و در اینجا گفته زمان که سشن ها ست شد، یعنی در این متحول ذخیره شد، یک مسج بده، یک ایکوی کنه که سشن واریبلز آر ست. خب حالا اگر ما به یک صفحه دیگه میریم و میخوایم که متحول های ما ببینیم که آیا ذخیره شده یا خیر، پس اینجا در اینجا وقتی که به صفحه دیگه میریم و در اونجا میگیم که به می متحولای خود میخوایم دسترسی پیدا کنیم، پس میگیم که از دلار ساین اندرسکور سشن که از جمله سوپر گلوبال واریبلز است، از نوع اری هست، اونمو المنتش که به نام فیو کالر است نشان داده شده و همچنان اونمو المنتش که به نام فیورت الیمن است انیمل هست ایکو شده و نشان داده شده. به این معنا که ما توسط دلار ساین اندرسکور سشن میتونیم مقادیر را که در سشن ذخیره شده او را به دست بیاریم یا ببینیم. حالا اگر عملا بریم این مثال کار کنیم، خب در این قسمت چیزی که گفتیم فراموش ما نشه ای است که سشن استارت همیشه در اول قرار میگیره، یعنی قبل از تگ HTML. خب زبان زیر هم پیچ پی میگیریم تا کودا به رنگ درست بیه. در اینجا تابعی که به خاطر استارت کردن سشن استفاده میشه عبارت از تابع سشن اندرسکور استارت. خب قوس باز، قوس بسته و اخیرش هم سیمیکالن. حالا فرض کنید که هر قدر کدای HTML، CSS، هر آن چیزی که در صفحه وبسایت خود داریم در این قسمت او را قرار میدیم و خب سر از این موضوعات HTML بس نمی کنیم، از موضوع پیچ پی خارج نمیشیم. یک تگ HTML هست و یکی هم تگ بادی هست. خب در این قسمت ما میخواییم که ست کنیم سشن، متحولین در سشن ست کنیم. پس باز هم تگ پیچ پی. حالا در این قسمت میگیم که دالر ساین اندرسکور، خب باز هم تکرار میکنم این متحول است که بلتن است، ساخته شده خود زبان پیچ پی هست، از قبل وجود داره و همیشه و در هر جای قابل دسترسی هست و ما فقط از این استفاده میکنیم. در اینجا ما برش یک قیمت میدیم، مثلا خب فیو کالر یا فیورت کالر. خب فیو کالر کدام قیمت بگیره یا المنت که اندکسش فیو کالر است قیمت گرین به خود بگیره. البته مثال هست، میتونیم کیلو تغییر بدیم، یک قیمت دیگه بدیم. هدف از ای است که ما چطور میتونیم یک سشن ست کنیم. و همچنان فیو انیمال هست، خب ای هم قیمت گرفته انیمال مورد دلخواه و هم کت. خب به هر حال
ایکو کنه بر ما. وقتی که اگر امی متحولین در سشن سیف شد فقط بر ما یک پیام بده، بخاطر که ما مطمئن شدیم که سشن ست شده، یعنی بر ما بگه سشن واریبل سال آر ست. خب در اینجا در اخیر هم میتونیم که دوباره تگ بادی را هم بسته کنیم و تگ HTML هم بسته شوه. خب حالا این را سیو میکنیم در سشن session5.php. خب نتیجه شده در براوزر میبینیم. session5.php. حالا بر ما میگه که سشن واریبل سال ست. خب متحولینش ذخیره شد، این مقداری که برش دادیم ذخیره شد. خیلی البته مثال است، ما رنگ و انیمل ماندیم، اما مثال بعدی که ما باز در بخش لاگین و لاگ اوت بخیر کار میکنیم، در روی باز یوزرنیم پسورد خود در سشن ذخیره میکنیم. حالا یک صفحه دیگه میگیریم، میخوایم که در روی این متحولین قابل دسترس قرار بدیم یا ببینیم. باز هم چیزی که فراموش ما نشه ای از که سشن استارت در اول باید ذکر شه. خب قبل از اینکه ذکر کنیم باز هم زبان زیر PHP انتخاب میکنیم. در اینجا باز هم سشن اندرسکور استارت. خب قوس باز، قوس بسته، سمی کنم. حالا بعد از اینکه استارت شد اگر خواسته باشیم اینجا باز هم کدای HTML را داشته باشیم، میتونیم داشته باشیم، اگر نخواسته باشیم هم اختیاری هست. در اینجا میشه که در صورت که تگ HTML آمده باشه در اینجا بگیریمش، و اگر باز هم تکرار میکنم که این چیزایی هست که جزء صفحات وبسایت است و در اینجا فقط یک تگ به عنوان مثال آمده. ما میتونیم هر قدر تگای دیگه یا موضوعات دیگه که در صفحه ما باشه تمامش اینجا داشته باشیم، کدام مشکل با اونا نداریم. خب حالا در این صفحه میخواییم که به اون متحولین که در اون صفحه ما چی کردم ست کردم، چون در فکر میکنیم در یک اپلیکیشن هستیم، به اوجه ما اون متحولین مقدارش ببینم. پس در اینجا میگیم که فیورت کالر است خب کانکتنیت شوه، یک جای شوه از متحول دالر ساین اندرسکور سشن که عبارت از متحول سوپر گلوبال هست، کدام قیمتش بگیره؟ قیمتش که به نام فیو کالر هست. نام متحول چون که سنسیتیو هست و در اینجا ما میتونیم که به خاطر که به خط بعدی بره یک تگ بیاره هم میتونیم امروزی کانکتنیت کنیم. تگ بیار هم کانکتنیت شد و بعدا به خاطر آسانی کار خود خب فیورت انیمل هم میگیریم. خب از اینجا ایره بگیره مقدار متحول دیگه را که به نام فیورت انیمل هست. خب ای هم شد و در اخیر تگ HTML هم بسته. ببخشه این اول تگ بادی بسته میشه بعد HTML. خب حالا این را سیف میکنیم به نام سشن 6.php. خب حالا اگر بخوایم نتیجه شده در براوزر ببینیم، در اینجا برش میگیم که سشن 6.php. خب میگه فیورت کالر از گرین و فیورت انیمال از کات. چون ما کدام فاصله بعد از از قرار ندادیم دیگه هم فاصله نگرفته، کدام مشکل نیست، میتونیم که فاصله هم برش ایجاد کنیم. حالا یک موضوع دیگه که در این قسمت هست، اگر خواسته باشیم تمام قیمت ها یا مقدار ها را ببینیم، یک تابع دیگه در اینجا معرفی میشه به نام پرنتار، و پرنتار عبارت از تابعی هست که به خاطر بعد از آوردن تمام مقدار یا والیو هایی که در متحول های سشن است، اگر بخوایم تمامش رو ببینیم از این پرنتار میتونیم استفاده کنیم. حالا اگر یک مثال از این هم داشته باشیم، این بار به خاطر آسانی کار
یک صفحه جدید میگیریم و در اینجا فقط برش میگیم که پرنتار. پرنت اندرسکور آر. و این نه تنها به خاطر سشن هست، این عبارت از تابع هست که به خاطر نشان دادن تمام متحولین که از نوع اری باشه متحول، تمام مقدارهای یک اری رو بر ما نشان میده. خب حالا اگر یک بار رن کنیم یا نتیجه شو ببینیم. خب یک چیزی که در اینجا هست، باید نام اری را تعیین کنیم که کدام اری، دالر ساین اندرسکور سشن. خب دالر ساین اندرسکور سشن از نوع اری هست، متحولین بلتن یا ساخته شده خود زبان PHP هست. بر ما میگه که یک اری هست، فقط در اینجا دو سشن، دو قیمت داره، گرین و کاتس. حالا هر قدر سشن دیگه که ما متحولینش را ذخیره کرده باشیم، تمامش با استفاده از پرنتار میتونیم همزمان ببینیم. و همچنان موضوع آخر در رابطه با سشن، حذف نمودن سشن است که ما با استفاده از دو تابع میتونیم که سشن را حذف کنیم، دلیت کنیم، از بین ببریم، که یکی از او عبارت از سشن انست است و دیگه‌اش هم عبارت از سشن دستروی است. زمانی که ما سشن انست استفاده میکنیم ریموف آل سشن واریبل، و اگر ما میخوایم که مکمل سشن دستروی کنیم، از بین ببریم، نابود بسازیم، از سشن اندرسکور دستروی استفاده میکنیم. و یک چیز دیگه هم در این قسمت است که در سشن اندرسکور انست ما تعیین کرده میتونیم که کدام متحولین را میخواهیم از بین ببریم. و حال اگر یک مثال از این قسمت هم داشته باشیم، خب سشن فور هست و در اینجا میبینیم که در قدم اول وقت دسترای میکنیم یا از بین هم میبریم، در قدم اول باید سشن استارت شود و بعدا در این قسمت برش گفته شود یا انست یا هم سشن اندرسکور دسترای. و سشن فور دات پی اچ پی اگر نتیجه زیر بخواهیم ببینیم، خب حالا میبینیم که هیچ کدام سشن وجود نداره و تمام سشن هایی که ست شده بود تمامش از بین رفت. و خب این بود موضوعاتی که در رابطه با سشن دری درس گنجانیده شده بود. تا درس بعدی، الله نگهدارتان.